دبی را همگی به عنوان یک شهر رویایی می دانیم، اما عجایبی در آن پنهان است که از دانستنی آن مسلماً طرز فکرتان در مورد دبی تغییر خواهد کرد. شیخ محمد بن راشید آل مکتوم جمعاً 12 دختر دارد که بزرگترین آنها در سال 1977 متولد شده و کوچکترین آنها در سال 2007. در میان این 12 دختر، دو دخترشان در رسانه‌ها بیشتر زایید شده است، یکی در کنار پدر و دیگری در برابر پدر. در این ویدیو به چگونگی زندگی این دو دختر حاکم دبی پرداخته ایم. پس با ما همراه باشید و برای حمایت از ما کانال بوداپرس را سابسکرایب کنید و دکمه زنگ را فعال سازید تا اولین کسانی باشید که از ویدیوهای بعدی ما با خبر شوید. شیخ راشید حاکم دبی تا حالا 6 زن و 23 فرزند داشته که از میان فرزندانشان 12 آنها دخترند. زمانی که از دختر و در خاندان شاهی عربی حرف به میان بیاید، مسلماً در ذهنتان خطور خواهد کرد که آنها حتماً در قید خانگی به سر می‌برند. حالا بدانیم که قضیه اش چی قرار است. پرنسس مهره دختری که در کنار پدر است. در رسانه‌های بین المللی از این دختر به عنوان محبوب‌ترین بانوی سلطنتی در خاورمیانه یاد می‌کند. شیخ مهره بنت محمد بن راشید آل مکتوم در 26 فوریه 1994 به دنیا آمد. وی 26 ساله است. قبلا شیخ کریستنا نامیده می شد. پدر وی معاون رئیس جمهور و نخست وزیر امارات متحده عربی و امیر دبی است. شیخ مهره به دلیل سبک زندگی و زیبایی بی‌نظیرش در رسانه‌های اجتماعی معروف شده است. اما چند حقایق جالبی درباره او وجود دارد. و یکی از محبوبترین بانوان سلطنتی در خاورمیانه است، زیرا او دختر نازدانه پدر و دارای سیمای خوشگل است. البته ناگفته نماند که قلب مهربانی دارد. او شخصیت سری پویا و روحیه رقابتی خود را در همان سنین جوانی نشان داد که شروع به سوار شدن بر اسب در دوران کودکستان آکسفورد در انگلستان کرد. باید یادآور شد که او اسب سواری ماهر است. پس از فارغ التحصیلی مادرش از دانشگاه هوانوردی آکسفورد، او به آتن یونان رفت و در آنجا تحصیلات و آموزش‌های خود را در ورزش سوارکاری ادامه داد. شاهزاده خانم دبی بیشتر عمر خود را در انگلستان و آمریکا گذرانده است و بعد از اتمام تحصیلات او به امارات بازگشت تا با خانواده سلطنتی خود زندگی کند. پرنسس دبی پروژه‌های زیادی را برای کودکان و جوانان دبی آغاز کرده است. او به تمام مناطق امارات متحده عربی سفر می کند و از مشکلات جوانان در زمینه تحصیل جویا شده و همکاری می کند. این خانم با بودجه‌ای که از خانواده سلطنتی تأمین می شود، مدارس زیاد را برای دختران عرب ایجاد کرده است. در خانواده سلطنتی، شاهزاده مهره به عنوان یک خانم بسیار مغرور و سرسخت شناخته می شود. با این حال، هر کسی که در برابر او از محدودیتش بگذرد، با او با خشونت رفتار می کند. او همچنین عضو ارتش زنان امارات است و مدتی در آموزشگاه نظامی سلطنتی آموزش نظامی دریافت کرده است. شیخ مهره فعالترین عضو زنان خانواده سلطنتی است و نقش او در توسعه دبی باعث افزایش احترام وی در بین مردم شده است. اما روی دیگر سکه، شاهزاده لطیفه، دختری که بارها تلاش کرد تا فرار کند اما در نهایت به سرنوشت نامعلوم گرفتار شد. لطیفه در سال 2017 پس از کشته شدن یکی از دوستانش و وضعیت دشوار خواهرش شمسه، پس از فرار ناموفق از امارات به مربی خود اعتماد کرد و از او خواسته بود برای فرار کمکش کند. در واقع او نمیخواست با عاقبت شمسه دچار شود و تلاش میکرد به حقوق ابتدایی خود مانند حق زندگی و انتخاب دست یابد. وی که در تقابل با شرایط موجود امارات بارها فراخوان عمومی داده ولی نتیجه ای نگرفته بود، در سال 2002 فرار ناموفق و حبس 3 ساله را تجربه کرده بود. لطیفه با انتقاد از شکنجه و آزار دوران حبس خود و نیز جوغه های مرگ پدرش، وی را متهم به سرکوب مخالفان درون خاندان سلطنتی می کرد. این شاهزاده اماراتی در 7 سال گذشته برای فرار مجدد برنامه ریزی می کرد، تا اینکه در نهایت در فوریه 2018 با کمک مربی و نیز دوست فرانسوی اصل خود، قصد داشت با ورود قایق تحت پرچم آمریکا با آبهای آزاد به هند رفته و از آنجا به فلوریدای آمریکا پرواز و درخواست پناهندگی سیاسی کند. اما در نهایت دستگیر و به امارات بازگردانده شد.
گزارش ها حاکی از آن است که دست کم 5 کشتی جنگی هند و امارات و همچنین 2 هواپیمای نظامی و 1 هلیکوپتر در عملیات دستگیری این شاهزاده اماراتی شرکت داشتند. این در حالی است که مقامات هندی با رد اتهام مشارکت در این عملیات مدعی شدند اطلاعی درباره وقوع عملیات نظامی در سواحل خود ندارند. همه این اتفاقات در حالی رخ می دهد که امارات تلاش دارد تا چهره مترقی از خود در میان سایر شیخ نشین ها ارائه کند. لطیفه در ویدیویی که منتشر کرده بود ادعاهای پدرش مبنی بر حرکت به سمت مدرنتر تبلیغات صرف می داند. در حالی که امارات پاسخ درخواست سازمان های بین المللی مبنی بر ارائه شواهدی از محل زندگی لطیفه را بی جواب گذاشته، 5 سپتامبر با انتشار بیانیه ای از برگزاری جشن تولد وی در کنار خانواده و در صلح خبر داد. این در حالی است که وی در ویدیویی که مربی فنلاندیش منتشر کرد پس از صحبت درباره شرایط غیر انسانی زندگی خود و انتقاد از سیاست های پدرش گفته بود حاضر است بمیرد اما به دبی باز نگردد. وی در این ویدیو گفته بود شما زمان این ویدیو را میبینید که یا من مرده باشم یا در شرایط بسیار بسیار بدی به سر ببرم. جنایت های وحشیانه و نقص گسترده حقوق بشر در این شیخ نشین مشابه اتفاق است که در عربستان رخ میدهد. بر اساس شواهد موجود، سازمان های اطلاعاتی این دو پادشاهی ارتباط تنگاتنگی با یک دیگر دارند.